365 روز با پیام کائنات از کانال ما تیوب. اگر خشم بر قلبتان سنگینی می کند، بدان معنا نیست که شما یک فرد عصبانی یا بد هستید، بلکه فقط به شما نشان می دهد که زمان آن فرا رسیده که رنج خود را رها کنید و شادی جدیدی در زندگی تجربه کنید. خشم یک احساس قوی از نارضایتی و رنجش است که به ما این پیام را میدهد، که چیزی در درون یا بیرونمان اشتباه است. خشم فقط زمانی ناسالم است که به جای تمرکز بر یافتن راه حل‌های معنادار و کاربردی برای بازیابی بهتر زیستن، به مدت طولانی در آن بمانیم. جالب است که بسیاری از مردم اغلب از عصبانیت خود آگاه نیستند. آنها انرژی زیادی صرف می کنند تا خشم خود را بپوشانند. زیادی لبخند می‌زنند و با خود و دنیا طوری رفتار می کند که انگار همه چیز خوب است. گویی که انگار یک قدیس هم از این آرامتر نمی تواند باشد. اما این یک شکل خاص تاریخ از خشم درونی است. زیرا ما معتقدیم که همیشه حق با ماست. بنابراین نمی توانیم یک موقعیت را از منظر الهی ببینیم. بله، درست است که هر موقعیتی منصفانه و عادلانه نیست. اما کائنات از ما میخواهد در مقابل این انرژی منفی بیستیم. از ما میخواهد که به آرامش درونی عمیقتری برسیم. موقعیت استرس‌زا را به عنوان آزمونی برای نفس خود درک کنیم. وقتی روی چیزهایی که می توانیم تغییر دهیم تمرکز می کنیم، همانند حرکت به سمت چیزی دیگر، یافتن تفکر بهتر یا شکرگذاری برای موهبت‌هایی که از قبل در زندگیمان وجود دارد می توانیم خشم را رها کنیم و نیش آن را از خودمان بیرون بیاوریم تا دوباره از شیرینی زندگی لذت ببریم. تمرین این کارت به شما می گوید به مزاحمت هایی که مدام در زندگیتان ظاهر می شوند توجه کنید و قدرت خود را باز یابید تا محیط درونی و بیرونی خوبی برای خود ایجاد کنید تا بتوانید در آن رشد کنید. از خود، اساتید و معلمان سوابق آکاشیک بپرسید دلیل اصلی عصبانیت من چیست؟ این عصبانیت چگونه به من خدمت می کند؟ لطفا راهی برای رهایی از این خشم و جایگزینی آن با یک خشم سالم به من نشان دهید. انرژی سلحامیز زندگی من بدون این عصبانیت چگونه خواهد بود؟ تمرین را این گونه به پایان برسانید. به اساتید معنوی و معلمان سوابق آکاشیک بگویید با اجازه شما تمرینم را به پایان میرسانم. دوستت دارم، متشکرم، متشکرم، متشکرم. سپس به زندگی روزمره خود بازگردید.